جدید به جشن نوروزی ما از بی بی سی فارسی در لندن. سلام شما به این هفتین نوروزی ما، سال نوتون هم نرسیده، مبارک. 1396 سال سبکر برن رو مبارک. در این برنامه ستارگان موسیقی: آریانا سعید، ملکه موسیقی از افغانستان، سامی بیگی، بلاخره خدا به من موزیسیان های ما بهبه چی میزنن ساز و دوره چه دیوان هم نه نمیشه ده سینا باید بردر رو باید صحبت کنیم بدلی به سرز میدان نوروزی ما مامک خادم و گروه موزیسیان از مقدونیه ارسلان تولدی دیگر و در این سو زیبارویان جای خودشون رادیو جوان در برنامه ما در بی بی سی و در آغاز جشن نوروزی ما ابی شبا به یاد تو همش آبای رنگی میبینم چشم تو رنگ حسن توی چشم تو نگاه مثل شابت غزل لب تو قنچه نیمه باز داغ تن تو آتیش سوزنده یه داغ قد تو مثل سپیدار بلند دل تو نرتر از صبح پرند نرتر از صبح قرمزی لبای تو تو هیچ مداد رنگی نیست خودت تو آینه ها ببین رنگ که به این قشنگی نیست شاخ گل حیات ما به آب و رنگش مینازه اما تو که خونه باشی پیش تو رنگ میبازه اما تو که خونه باشی پیش تو رنگ میبازه قشنگی میبینم شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم چشم تو رنگ اصل توی چشم تو نگاه مثل شابت غزل لب تو گنچه نیمه باز باغ تن تو آتیش سوزنده یه داغ قد تو مثل سپیدار بلند دل تو نرتر از صبح پرند نار ترا سوپ پران نار ترا سوپ پران آی جو قرمزی لبای تو تو هیچ مداد رنگی نیست خودت تو آینه خواب ببین رنگ به این قشنگی نیست شاخ گل به آب و رنگش مینازه اما تو که خونه باشی پیش تو رنگ میبازه اما تو که خونه باشی پیش تو رنگ میبازه
پشت دیوار شب یه راهی داره که میره یه راست در خونه یه ستاره، چار قدم از بر دل ما که رشی میبینی ماه شب چارده داره، خورشید خانم و ابروشو بر میداره، خورشید خانم و ابروشو بر میداره. شباش روی تو باشه تو هواش، باد که میاد رد شه بره بریزه سر ستاره هاش. بیا بریم اونجا که شباش روی تو باشه تو هواش، باد که میاد رد شه بره بریزه سر ستاره هاش. وقتی میای قشنگ ترین پیرهن تو تنه تاج سر سر بری تو سرت کن، چشمات و مست کن همه چی رو بشکن، الا دل ساده و عاشق من قبله یعنی حلقه چشم مسته زریحونه که دست بزنم به دسته، جای دخیل کامو به من تو خونت، به جای مو سرمو بذار دوشونت، سرمو بذار دوشونت، سرمو بذار دوشونت، سرمو بذار آقا شالله. باد که میاد رد شه بره بریز سرت ستاره هاش. بیا بریم اونجا تا شباش بوی تو باشه تو هواش، باد که میاد رد شه بره بریز سرت ستاره هاش. وقتی میای قشنگ ترین پیرهن تو تنت کن، تاج سر سر بری تو سرت کن، چشمات هم از کن همه چی رو بشکن، الا دل ساده و عاشق من قبله یعنی زریحونه که جای دخیل پامو ببند تو خونت، به جای مخ سرمو بذار روشونت، 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 سرمو بذار روشونت. به افتخار اربی سپاس، واقعا خوشحالم با ما هستین، خیلی زیاد، عیدتون مبارک. مرسی، متشکر، سپاسگزار. نمیدونم، من هم با این حرف میدارم، هم با این، با هر دوش اصلا استیروم هم بیشتر میشنم. بله، اگر اجازه بدید سال نو رو تبریک بگم به تمامی فارسی زبان ها، به خصوص هموطنان عزیزم، و از خداوند بزرگ خواست دارم که سالی سرشار از سلامتی، موفقیت و آزادی داشته باشن. آزادی که داشته باشی تمام اینها حل میشه، تمام اینها در این قضیه خلاصه میشه. آره، به خیلی خوشم با ما هستی. من یه حتی بیشتر ما خاطره داریم از یه صحنه، از یه جشن نوروزی که اواسط دهه 50 بودش، که گوگوش هم گوینده اون برنامه بود. ماره چه سالی بود اون زمان؟ آخرین بار بود که من 7 18 سالم بیشتر. برادر بزرگه شش شبیه برادر خود. ولی بعد از اون واقعا برای ما افتخاره که تو یه چنین جشن نوروزی هستیم با ما، و مردم در ایران، در افغانستان، تاجیکستان دارن شما رو میبینن. واقعا سپاس ازتون. خوشحالم. و سالی که پیش دور دارین امسال یه سال متفاوتیه.
با تمام این سالای 2067 تون 20 سن واقعیشون 60 سن شناسنامه ایشونه دارید. با تمام این سال بله 60 20 سن واقعی خود بزرگتره. یه چند ماهی بعد این برابرش کنیم پس. ولی امسال سال خاصی خواهد بود، سال آینده سنادشش 100 درصد. امیدوارم سال خاصی برای همه هموطنان و تمامی فارسی زبانان باشه. و شما خانواده بزرگتر بله، الان دارید؟ بله، به خانواده ما یک نازنین اضافه شد به اسم کیان و در انتظار کیانهای دیگر هستم. به افتخار کیانهای دیگر برای بابا بزرگ شدین دیگه. بابا بزرگ شدین. بله، و بسیار هم خوشحالم و افتخار میکنم. بابا بزرگ شدن خودش یک حال و هوای دیگری واقعا بسیار تبریک میگم. حالا قبل از این آهنگ بعدی رو بشنوی، من توی خاطراتم که دارم با شما وقتی که داریم میخونی همزمان با خوندن شما مابین وایمیسه، میگم مردم همینجور درخواست میکنن آهنگ بعدی چیه. آخه چه وضعشه الان؟ میخوام بپرسم که آهنگ درخواستی چی داری نظر بی؟ ما دموکراسی رو رعایت کنیم، یعنی هرچی خواستم بگم، ما هرچی خواستیم بخونیم. خب به هر حال من با دوستان عزیزم هیچ وقت نمیگم دوستان بند، برای اینکه من خودم یکی از اعضای این بند هستم. با دوستان عزیزم ما هر آهنگی رو که بخواید میتونیم اجرا بکنیم. خودتون چی تصمیم گرفتید؟ فکر کنم جدیدترین آهنگتون. من فکر میکنم یه آهنگ جدید خوندم به اسم دلپوش، اگر دوستش باشه. ابی ترانه قشنگیست، ترانه ایست از شهریار قنبری. شهریار قنبری همیشه در ترانه هاش یک شیطنت کوچولو، شیطنت زیبای کوچولو داره، و این هم یکی از اون ترانه هاست با کار قشنگی از آقای صادق نوچوکی. Thank you.
های بزار بپوشم مثل لباس مهمونی تو رسپی دست باد یا مثل رفت به زندونی انگشتای کشیده تو کش بده تا آخر من گوشه ی داغم و بگیر تا که نیفت از درد شراب صد ساله من وقت شکل بنوشمه وقت چه قریان تر بشم بپوشمه بپوشمه که بهتون بگیم نوروز امسال چه فرقی با نوروزهای قبلی داره و اونم اینه که برای اولین بار در برنامه نوروزی بی بی سی براتون خواننده هایی داریم از داخل ایران. چطوری؟ رادیو جوان و دیجی تبا اینجا با ماست تا برامون گلچین رو پخش کنه. به افتخارشون خیلی خوش اومدیم به این برنامه ما. ممنونم. مرسی. دیجی تبا رو هممون از آلبوم آب و آتش میشناسیمش. قراره برامون گلچینی از پرطرفدارترین آهنگای سال 95 رو پخش بکنه. فعلا اما بریم به اون سمت استودیو، جایی که سامی بیگی هست و جدیدترین آهنگش که مطمئنم خیلیاتون طرفدارشین، تو خوبی. دستو با منه ها 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 دست ها خوبیان تو انتهاز میدرخشی مثل الماس که حواسم پا به پاته فسون بند بهاره خوب خوش رنگ چشم بول قلبم سر جاشم که فقط مال تو باشه برای من که دیوونم وجود احتیاجم تو خوبی منم خوب میشم تو رو دارم آروم میشم تو خوبی که من خوب میشم بگو که میمونی پیشم حالا که عاشقونم به پای تو نشستم نفس هوای تازه تو همون عشق قشنگی که واسه بودن نیازه یه تمنای عجیبه حس خوب تو رو داشتم دلت با من هماهنگه که من میخوام فداشم تو خوبی منم خوب میشم تو رو دارم آروم میشم تو خوبی منم خوب میشم بگو که میمونی پیشم حالا که عاشقونه به پای تو نشستم دلیل بودنم باش تا وقتی زنده هست دستا
تو میگیرم، مسیرت میشه تغییرم، کنارم باشه میدونم که با تو بهترینم. تو خوبی که من خوب میشم، تو رو دارم آروم میشم، تو خوبی که من خوب میشم، بگو که میمونی پیشم. آنا که عاشقونم به پای تو نشستم، دلیل بودنم باش تا وقتی زنده هستم. شوام چاشونه به پای تو نشستم، دلیل بودنم باش تا وقتی زنده هستم. سامی 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 تو خوبی که من مثل تو جواب نمیدم به من. خیلی خوشحالم با من هستی، به افتخارش. درود آقا، خیلی تبریکم سال نو رو. خیلی ممنون، سال شما. و تبریکم میگم در این سال یه آهنگ دادی بیرون. مبارک باشه. خیلی افتخار. چه خوندی برام؟ حتی داستان داره. منم تبریک بگم به همه هموطنانم سال نو یزدانی و فارسی یزدانی رو، بله. و امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشین و یه شروع تازه باشه برای همه. دقیقاً. و شروع تازه تو امسال شروع‌های تازه است. افق چند تا الان من خورشیدهای مختلف میبینم. ما همه پر از شروعهای تازه ایم، ولی خب امیدوارم که این شروع یکم ادامهش بیشتر باشه، همچنین مداومتر باشه. من که سامی از معدود کسایی که آهنگ خودش رو حتما خوش باید بسازه، بله. واسه همین طول میکشه. خوشبختانه متاسفانه نمیدونم. و یه مقداری در خزانه داری تا اونجا که میدونم آهنگ تا حدودی هست که یکی دیگه اش هم برای ما خواهد خوند در همین برنامه نوروزی ما. خیلی متشکرم، باز هم رو صحنه خواهی اومد به افتخار سامی. سامی بیگی آقا، یه آهنگ میخوام بزنم ببین شهیدی قبلا آماده هستی؟ نوازندگان بنوازند. اون بریا از مقدونیه اومدن همراه مامک خادم هستن. مامک خادم این گروه رو در سفرهای تحقیقیش پیدا کرده. اینها قراره برامون اولین آهنگ محلی برنامه نوروزی منو اجرا کنن. قطعه آن چشم ها، مامک خادم و گروه جان با آگوشوی. Bye.
شما کجا بودین رقصا؟ چه هنری؟ خیلی ممنون، thank you. تشکر. گروه جامبو آگوشوی. درست گفتم؟ بله، همه خانوادن. بله. جامبو که اولا استاد ترومپته، قهرمان شده تو چند تا المپیک مختلف. حداقل تو چند تا. به افتخارشون. و همه از مقدونیه هستن. بس سالها اونجا است. در مورد گروه من دیدم که یک ویدیویی داشته مامک خادم از آلبوم زمزمه راه، درسته؟ بله. که این بچه‌ها توش رفته تو مقدونی حتی فیلم برداری کرده بودی و این باعث شد که ما امروز شما رو بتونیم اینجا ببینیم. تبریک. اصلا یه موقعیتی بود که من بچه‌ها رو پیدا کردم، راهش رو پیدا کردم، دوباره رفتم و بعد دیگه اون در اون لحظه دیدیم که نمیشه ویدیو درست نکرد با این انرژی خوبی که بچه‌ها داشتن. حتی نسبت به ویدیو بچه ها خیلی عوض شدن، بعضی ها وزن کم کردن، بعضی ها وزن زیاد کردن، بعضی ها سفید کردن. همه با خود من هم همینطور، همه وزن کردن. شما 20 خورده سال در ما هستی و خیلی متشکرم که ما هستیم. به افتخار ماهی خادم باز هم روی صحنه خواهد آمد و گروه جامبو. ولی قسمت بعدی برنامه چه خبر خواهد بود؟ نه دست نه. از این بدتره. واقعا ملودی دلشوراوری بود، ولی من بیشتر زهر ترک شدم از صدایی که بهزاد تر آورد. این بخش برنامه مربوط به کسایی که شما همیشه انتظار دارید گزارش های جنگ و نبرد و عملیات ازشون بشنوید، اما فکر کردیم که بهشون بگیم این گویو گویش اینجاست و میدان که ببینیم که خودشون چند مرد حلاجن. بچه های بی بی سی یک نبرد تمام عیار داشتن به اسم عملیات 96. ببینیم با جنگلی اسرارآمیز، برکه های سرد و خوف‌آور، هیچ راه فراری نیست. اینجا قلب عملیات 96 است. قوی ترین، سریع ترین و کارشناس ترین مردان و زنان بی بی سی مرزهای توانایی انسان را جابجا کردند. آنها تنها داوطلبان این عملیات پیچیده با توانایی های فرا انسانی بودند. تمرینات سخت و طاقت فرسا، آمادگی بدنی مثال زدنی، اراده راسخ، هماهنگی فوق العاده. تقویت جسمی در کنار تقویت روحیه. Woo!
عملیات 96 تیم قرمز به نام تراکتور با مربیگری جمشید بردگر. اعضای تیمش رو اینجا میبینید و تیم آبی به اسم تیم بولدوزر با مربیگری پوریا. خیلی هم جدیه جعفره. البته تیم نرمیش به نظر خیلی آماده نبودین. با توجه به حریفی که ما امروز داریم، خب برای بچه‌ها برنامه امروز بیشتر حالت پیکنیکی و تفریحی داره. پوریا تو چطور؟ تو چه تاکتیکی چیدی برای اینکه پیروز بشی؟ الان همینطور که میدونین تیم روبرو خیلی ضعیف هستن، ولی این بچه‌ها به امید خدا حدود 80% آمادگی رو به دست آوردن. فقط یه 30% دیگه باقی مونده که اونم در طول مسیر در طول مسیر به اون آمادگی دست پیدا میکنن. من توضیح بدم، در مجموع دو تا قانون داریم. یکی این که شما هیچ مرحله ای رو نمیتونین شروع بکنین مگر اینکه کل تیمتون مرحله قبل رو تموم کرده باشه، یعنی خطا محسوب میشه. دومی که اگر خطایی صورت بگیره 10 ثانیه به زمان کلتون اضافه میشه بابت هر خطا. بنابراین مواظب باشین خطا نکنین، مراقب دیگه باشین. بریم به سمت خطشون. این شما و این آزمایش توان جان سختان بی بی سی در آوردگاه عملیات 96. اصفناکی داشتن بچه همون. اصفناکی یازه رجز هم میخونم بعضی جون. البته حالا اینجا هستن. بعضی اینجا هستن. خواهی صحبت کنیم. خدا رو شکر من نرفتم. از زیرش در رفتم. واقعا از زیرش در رفتم. با این قیافه که نمیشه خانم رفت مونتون مصابه. البته ولی خب شما هم میتونستی نسا اونه از این لباس های خوب بپوشی. نه من محافظم باید بیام. ولی خب حالا قراره که جبران کنی بی خودی. نگو جبران کن. فکر کنیم به حساب باید چی اینا همکارن یا انتقام جوان؟ نه کلاختر، نه قرار عاقل زنه اینجا شد. دوتا کلاختر؟ کلاختر نه، شلوار خطن، شلوار خطن، شنا، 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 من موضوع کلم، شنا، شنا برم؟ شنا، 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 ده تا از آدم های بابا اینجا زشت جد خاندایی مطرح کشور نگران سن و ساله، بالاخره بشمونه، برو یک علی، اون ویتامین به دوازده رو بیا بزن دو یا علی مدد علی جان بیا مدد بده. سه. آها ماشاءالله. ده بیا بیا بالا رو. چهار. آخه. به افتخار خود من. به افتخار خود من که روشو نرفتی. البته خوبه تو خبرنگاری جنگ و اینا هم دوله دیدی مثلا نه؟ دوپین چی چیه؟ اشعه دوستانه. دوله خبرنگاری جنگ و بحران و اینا رفتی. رفتم مثلا. بله. رفتم برای که میخواستم برم به کابل. در حد 12 سال پیش. اتفاقا رفتم. اون دوره رو گذروندم. توشن تقلب کردم. خب رفتم کابل این کارپوستال رو پیدا کردم. نیا کنی. این شرکت هواپیمایی قدیمی افغانستانش، این هم همه مهماندارانش هستن. و در اینجا نوشته آریانا افغان. آریانا خواننده بعدی ما از افغانستان، به افتخارش. Follow me.
خیلی هم عالی، خیلی ممنونم ازتون. خانم آریانا سعید از کابل کلی راه اومدن به ما پیوستن اینجا در این جشن نوروزی ما. خیلی هم ازتون ممنونم. شما آواز خوندین، من نفس عوض میزنم. شما این روزا مشغول داوری مسابقه استعدادیابی ستاره افغان هستید. الان چه جوریه وقتتون؟ چه جوری تنظیم میکنین؟ کلا تمام وقت مشغول مسابقه هستین یا کارهای جدیدم تو راه دارین؟ خب 6 ماه سال مصروف مسابقه هستیم و در غیر از او یک تور دارم که تور جهانی است و مصروف کنسرت های خود هستم. ما امسال فقط 25 کنسرت گذاشتاندیم. فکر کنم یک کنسرت دیگه باقی مونده و در عین زمان سر آهنگای جدید خود هم کار میکنم. چقدر فعالین، خیلی هم خوب و عالی. یه سوالی من ازتون بپرسم. شما وقتی که به کسایی که شرکت میکنن در مسابقه میگید نه و بعد برن خونه شون استعداد ندارن، از اون خوشحال نمیشین؟ چرا ناراحت میشم؟ مخصوصا من، چون وقتی که دختر خانم ها اصلا در برنامه اصلا نمیتونم برشان بگویم نی، برای اینکه زیاد دلم میسوزه برشان. متاسف میشم ولی مجبور هستم. شده پشیمون بشین؟ مثلا کاش نفر دومو نمیدادم بره، نفر چهارمو میدادم. چرا میشه؟ میشه. بله اتفاق میفته. بسیار عالی، خیلی هم ممنون از شما. در ادامه برنامه برمیگردیم به خانم سعید. فعلا ما بریم سراغ بهزاد. اینور نه تنها من، بلکه سینا ولی الله با ماست. آقا چی شد؟ خیلی خوشحالم میبینم از مجریان موفق در شبکه‌های ماهواره‌ای و برنامه‌ای که داشتی. چه بنیان برانداز، بنیان برانداز برای اقدام کار اومدی، اینکه به هر حال چون که بنیانش برانداخته شد که تلویزیون. آره دیگه، در واقع بنیانا رو دیگه ما شل کردیم دیگه، اومدیم در خدمت. آره اتم من چند بارم با تو بودم، یادش بخیر، یه مسابقاتی داشتی. سلام سلام، از راه رسیدم داشتم میگفتم که از کارهای محیر الوقوع سینا اینه که آخرش همیشه مسابقات بسیار دهشتناکی میذاره. مثل شکستن تخم مرغ روی سر. البته من اون قسمتشو مشخصا ندیدم، ولی اگه کردی که خیلی آب پاشی به مهمان برنامه دیگه، تخم مرغ سر کلهشون خورد می‌کنیم خامه. حالا بذار یه کاری می‌خوام بکنم، چون که تو همیشه ما رو من آدم جنب من بندارم. نه نه نه، تلفنتو بده جنب بده نشون بدم. تلفنتو بده. از این مسابقه‌ای که تو این تلویزیون من دیدم، خواهم اینشو انجام بدیم. نه بگو چیکار می‌خوای بکنی. تلفن بده. زنگ نزنی به کسی. نه نمی‌زنم، ولی می‌خوام ببینم تو دفترچه تلفنت. خب خدا رو شکر قفله، من بازم میکنم. خودش حالا بزن، خوبه، مردم دوست دارن، میخندن بهمون. نه میخوای زنگ بزنی به کسی؟ نه نمیزنی، فهم خواهی سیم نیا کنی. نه اکس ها میخوای نیا کنی؟ نه 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 هیچی. خب زدی ها. خانم شما بینه، شما چشم خوب نمیبینه. یه پیغام میخوام بفرستم به کل دفترچه تلفن. بابا نزن من الان، من تبریک عید بگم. نه بنویس انگشت بزن. بازم انگشت، همش انگشت، اجازه بدیم باز کنم. باز کن. او همه روز همه دنیا دیدن. پریزا جان شما لطف کن این پیامو برای بیشتر کسایی که معروفن تو دفتر تلفنش که بسیار هستن، منو جزشم، به همه باید بفرستی، حتی به اونی که اونجا بود بنویسه. اینو باید بنویسه و بنویسه یک دکتر جراحی تو برنامته. پیدا کنم گروپس. مردم هم گوش کنن، خیلی مهمه، چون ممکنه شفه گوشی تلفن شما زنگ بخوره. بسیارم عالی. نکن اینجا هم دوست نیست داری مادر جان. نه نه مادر نه، واسه مادرم نفرستی. بنویس لطفا یه دکتر جراحی مهمون منه، این سینا داره به دوستاش مینویسه که میخواد مجانن یه جایی رو عمل کنه. مجانی نه نگی نی تو که دروغ میگی حداقل ایناش هم درست بگو. رایگان عمل کنه به نظر عمل کنه. آره یه جایی عمل کنه. به نظر شما کدوم قسمت بدن من بهتر عمل بشه و بدم نشه، بهتر بشه؟ صاف کن. البته جایی که منو تو بخندیم معلوم شه کجا عمل کردی. عمل بشه و بهتر بشه. آره و بله. کسی هم نفهم اینو بفرستین بقیه بعد. اینو داریم برای همه میفرستین. ببینیم که یک ساعت بعد چه پیغامایی براش اومده. تمام آبرویی که من تو این سالها جمع کردم اون میخوام شب عیدی به باد بدم. شب این سنبل میشه. سند. و اون تفسیر سنبل افتاده. سنبل افتاده. رفت. 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 بعد بخیر نگاه بداره. ولی بهزاد به نظرم واقعا خیلی حداقل این کار بی بی سی وار نبود، انصاف نیست دیگه. مجری شبکه دیگه برنامه‌ریزی آوردی، اصلا خیلی خوشحال شدم. بنظرم خیلی کار بدی. حرکت بعدی بی انصافیه، بی انصافیه. ببینیم چرا. علی کجایی؟ علی همدانی اینجا. علی زی چند نفر علی داریم اینجا؟ بهزاد یه بلایی قراره سرش بیاد. علی همدانی که بفهمی مظلوم گیر نیاری. میگن چندی میگن کسی پشت بزنی. سینو مظلوم. من مظلومم دیگه. موبایل پشت بده، موبایلش ببینم. موبایلش اینجاست، پیش منه، ساعت هاست. بشین. من دستاشو گرفتم. من دکمه رو واکنم راحت بتونم استرس بزنم. دکمه چه؟
همه چی رو وا میکنه. نه عرض کنم که با یه شاموتی بازی من این موبایل از این آدم گرفتم، نمیدونم چطور چجوری گرفتی. دستشویی یواشکی دستم کردم زیر گرفتم، نه شوخی میکنم، خودم کشتم. اون انگشت رو رمز نداشت، بدون انگشت رو بدون. مرسی. اه ببین زای نکنی واقعا. خب من دوست داشتم زیاد این قدیما بچه به کی بفرستم؟ بذار لیستشو بخونم، برو تو گالریش ببینم کچلیش شریفی. نه نه من بخونم براتون. نگاه بهش، بهش تو بگی بهش تو چه ناراحتی بابا، گناه داره اما بفرست. چی میخواد بفرستی حالا؟ اول بذار من بخونم. ای بابا چی نرسون حتما میام آبروداری کنم. نصف کنتاکلیسش مردن. خب دیگه بچه بزرگ شدن. اول خواننده انتخاب کنم یا اول تصمیم میگیریم چی بفرستیم؟ تصمیم چی بفرستیم تا بگم کدوم خواننده رو براش بفرستیم. چی بفرستیم؟ کلاشو بردار. مبلغ 1,000,000 دلار به حساب این جانب. تو اصلا صحبت نکن. چی بفرستیم؟ 3 ثانیه وقت بدید. مردم خوابن. فرد میگه موبه کاره دیگه چی؟ کلاشو بردار. بعد اتفاقا خوبه. کلاشو بردار عالیه. اصلا سال جدید بدون کلاشو بردار. شاخه معلوم میشه. من الان میخوام. میشه اون روزو میبینیم بهزاد. خب بذاریم واسه برداری برامون. من کلام بخونم. به منصور خواننده و به همه بزن دیگه. با مال من نه نه وایسا. چرا خالی اینو انتخاب؟ چرا بازی بازی میکنم؟ خب بگیم من واسه همه میزنم. محض اطمینان. نه بشی. برنامه هست. اشکال نداره. بذار واسه همه فرستادیم. خیلی دیگه واسه همه فرستادیم. صابونه باید بیشتر جام. درود. نظرتون چیه که من نظرتون تکرار کنید. نظرتون تایپ کن. چیه که من امسال سینا رو ماچ کنم. برنامه نوروز رو بدون کلاه اجرا برنامه نوروز یا کل سالو؟ نه حالا نوروز رو بذار شروع کنیم. خیلی خوب بفرست بره، بفرست که بعد بره. سب کن اینم انتخاب کنیم. بعد بعدا نظر ارسلان رو بپرسن کنجا رو صحنه آماده است. خب انگوش بده. خیلی خوب میخوام سند خودش بزنه. انگوش بزن، انگوش بزن که بریم. بزن. خیلی هم عالی. به افتخارش، به افتخار سینا آخه چه مسیجایی ما دریافت بکنیم از شما دوتا. واقعا من خودم که دل تو دلم نیست ببینم شما چی بگیرین. نمیدونم شما چجوری این قوارم اینجا نشستین. فعلا اما بریم به اون سمت استودیو و سراغ استعداد جوانی که در مسابقات استعدادیابی صدا یعنی گوگوش آکادمی موفق نشد اما اونقدر کارشو با جدیت دنبال کرد که خیلی هم محبوب شد. یکی از شادترین آهنگ‌های برنامه رو می‌خوایم داشته باشیم با ارسلان و آهنگ بادیگارد. نمیدونی
خطر مورد تو تا پای جون حسوده تو هر جمعی جوری بهت چسبیدم انگار بادیگارد تو تو اینو میدونی دل به تو دو جان خودت هم بگین از رشد میگن آره تو اینو میدونی نه هیچ کس دیگه چشمای یه عاشق که دروغ نمیگه اینو میدونی نگو نمیدونی اینو میدونی نگو نمیدونی اینو میدونی نگو نمیدونی اینو میدونی نگو نمیدونی لا 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 اومدید این توپ نوروزی ما هستش آسیا سال 1396 اینجاست یه جای این وسط و شلیک میشه به سوی همگان به سوی آینده و در این قسمت از برنامه جای بسیاری خالیه خواننده های داخل ایران حتی به خاطر مشکل ویزا و مشکل سربازی رو نمیم میدونم ولی ادش اینه ولی جای خالیش الان پر میشه با دی جی تبا که دستچینی از محبوب ترین آهنگ هایی که در رادیو جوان درخواست شده و دانلود شده رو برای ما نشون میده این شما به این دی جی تبا عادت کردم به همین خنده زیبا عادت کردم هی جان عادت کردم به آروم بودن چشمات عادت کردم هی جان نام خدا عزیزم سلام یه کمی بیحال و مریضم الان خیلی واسط نوشتم دریغ از جواب حس میکنم که این روزا غریبم برات اینجا هرکی توی حسش غرقه این دیوارا انگاری تلسمش کرده خونه یه سالمندان خودت فکر کن این کلمه حتی خود اسمش تر خودت میخوای بری خاطرشی اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی این بازی هر روز نترس آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره دو روز بگذره این دلشوره ها بهت قول میدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من سالم و آرامش دوستای بی آلایش یه خواب عمیق و راحت تنها چیزی که میخوامش یه جمع صمیمی چای داغ جای استخر و ویلا و باغ یه رفیق که با دلخوری دلخورشه جای بنز و مازراتی و پرشه هر چیزی میتونه تأثیر بذاره روی غمگین شدنم ولی واسه خوشحالی تنها دلیل آره فقط خودمم فکر نکن بی خیالم یا حتی دیوونه و خرفتم فقط حالم بهتره چون زندگی رو ساده گرفتم من میلیونه نیستم ولی هرچی که میخوام دارم هرچی
کسی که میخواد دارم. آره پاره یه تن منه، بابا خفن تر از خود منه، از سخین مامان منه، یعنی بهتر تر از همه. آره پاره یه تن منه، بابا خفن تر از خود منه، از سخین مامان منه، یعنی بهتر تر از همه. عشقم و وجودم و جمع نکن درو، به جاش با همیم هر هفته پیشان برو. نگو نه نگو نه نگو نه این دفعه رو در نرو، نگو نه نگو نه بگو بله رو. روزایی که رفته قصه نمیخوام، اینطوری مشکل و مشکله میاد، من تو بهترش رو میسازیم، میدونی که فقط حوصله میخواد. این افکار تو هم که رنگ میپاشن به زندگیت تا وقتی باشن، میتونه شیریش تلخیاشم اگه مثبت ببینی تو منفیاشم. بس همین برات اتفاق نشسته تو کمین برات، برای تو همیشه جوری زندگی کن که واسه یه خندیدن دلیل نخواد. بگین از درد و برات چیه، چرا باید ما هر جا خراب شیم؟ امروز رو باید عمیق نفس کشی، چون ممکنه دیگه فردا نباشی. خیلی متشکرم دیجا جان. دیجا چهرهای محبوب رادیو جوان هستی روی اینترنت. اینایی که ما نشون دادیم یه قسمت کوچیکی از ویدیوهای آهنگایی که توی از بچهای داخل ایران اومده و محبوب شده. دقیقاً همشون خیلی هنرمند هستن و خیلی کارهای قشنگی رو میدن بیرون. ولی میگم بعضیاشون خب بالاخره یه محدودیت دارن و ویدیو درست نمیکنن یا که اتفاقا میگه ویدیو درست نمیکنن. خوب شده که صحبت کنیم با جناب فوریا. خوب هستی، خیلی خوش اومدی. از رؤسای رادیو جوان که بعضی دیگه شما این وسط هستن به افتخارشون. اینا یه اتفاق عجیبیه که ما تلویزیون در تلویزیون شدیم. واقعا ممنون که دعوت ما رو قبول کردین اومدین. یکی دیگه بچه‌مون وسط هستی که اینم تو آمریکاست. بله بله بچه‌ها زیاد هستن. تبریکم میگم که تلویزیونتون باز شد. بله بله واقعا باعث افتخار ما است و خوشحالیمونه که تونستیم تلویزیون را بندازیم که واقعا یه تکمیل بکنه این شبکه اینترنتی که ما داشتیم، اپلیکیشن iOS و اندروید و وبسایت، و اولین شبکه اینترنتی تلویزیونی هستیم که به طور HD این موزیک ویدیوها رو پخش خواهیم کرد. و آقا اینا رقیب شدن نشد که نه 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 یه زور آزمایی بکنیم. ما فقط تو موزیک و هنریم، کارهای دیگر رو میذاریم به اختیار شما. من خیلی شما چون من اصلا تو این دوتا نیستم. خب نه واقعا بسیار خوبه. خب رادیو جوان خب چندین سال الان شما هستین دیگه؟ درسته، ما الان از که 12-13 سال همکاری میکنیم. چهار تا ویدیو هم میسازین؟ خیلی درسته، ویدیوهای خیلی از خواننده‌ای که اینجا خواهن خوند و میخونن تو شبکه شما. درسته، واقعا باعث افتخار ما که با تمامی هنرمندا از ژانرهای مختلف کار میکنیم، سبکای مختلف کار میکنیم، موزیک ویدیو درست میکنیم، کمکشون میکنیم. بنابراین موزیک ویدیو میفرستیم پخش نمیکنن تقسیم آقاست؟ نه اصلا نیاز کنیم. یا به خاطر این شده آقا واسه من به تو میفرستیم یا به من میفرستیم؟ حتما. بالا باز هم شما رو خواهیم دید. دو قسمت دیگه داریم از رادیو جوان اختصاصی در برنامه ما. ولی یه تیکه میخوام ببینی، این ویدیوشو نداریم، میخوام الان ویدیو درست کنیم. چرا که نه، یه آهنگ نوروزی میخوایم بریم. آماده هستین؟ هجر زهوی و آرتان بزنین آقا. آها نوروز
عالی. فعلا ما یه کمی از این حال و هوای نوروزیمون فاصله بگیریم، از استودیوی لندن دور بشیم، بریم به یه شهر قصه، شهری که همه چی توش ممکنه. چرا؟ چون گرگا توش عاشق میشن، گوسفندا ساز میزنن، کلاغا عروسک گردانی میکنن، از قضا نویسندش هم همکارمون علیرضا میرسدالله. امسال هم مثل پارسال یه نمایش تلویزیونی براتون آماده کردیم به اسم دختری که عاشق گرگ شد. بازیگراش هم آدمن، هم عروسک، هم بریده های مقوا. به افتخار تئاتر علیرضا میرسدالله همکارمون. این تله تئاتر علیرضا میرسدالله رو 13 به در یا 13 به در، هر چیزی که بهش میگین، همون روزی که سبزه گره میزنین میتونین ببینین. تو همین چند دقیقه پخش شد، من متوجه شدم که بهزاد که پارسال دیو نمایش علیرضا بود، به نظر اونقدر بد بازی کردی که امسال گرگ. نه 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 نه، اتفاقا بعد از اون نه بعد از اون نمایش عده زیادی نامه دادن. آها، نامه دادن، درخواست که این دیوی که بهزاد بازی کرد اصلا یه فرشته است، چرا به این نقش بشه؟ بعد سر اون خلاص علیرضا خیلی ناراحت شد و نقش خیمه شب باز به من داد. از زبونم که بهزاد کم نمیاره. البته من باید بگم که بهزاد دو روز دیگه تولدشه، از الان یه گرگ تولدش. خیلی ممنون، خیلی ممنون، متشکرم. سه فروردی هستم. سپاس. من 1052 سالم میشه. خیلی متشکرم از شما. با عزتتون من برم قربون خواننده بعدی برم. خوام بزنم قدش. سامی بگی فدات شم. آهنگ بعدی این شما و این سامی. خوام با من بخونی هوا. روم اگه نباشی عاشقت که میشه باشم، آرزو که میشه باشی، دوری و ازم جدایی، ولی کنج دل یه جایی داری، مثل نبضی تو وجودم که میزنی و بی صدا. شب و وقتی تو تنهایی پریشون سراغ تو میگیره، این دل دیوونه جواب خستگی هم توی درمونم، خودت نیستی هنوزم از تو میخونم، تو فکر داشتنت مثل خود مجنونم، امید آخرم عشقت شده جونم، از این شبهای دلتنگی دیگه خستم، از این حسی که اسمشو نمیدونم. کس نمیدونه این دل دیوونه وقتی میگیره از تو، من فقط میخوام که باشم تا برای تو. کس نمیدونه این دل دیوونه وقتی میگیره از تو میخونه، من فقط میخوام که باشم تا برای تو فدا شم. خود مجنونم، امید آخرم عشقت شد
شبهای دل تنگی دیگه خستم از این حسی که اسمشو نمیدونم. کسی میدونه این دل دیوونه وقتی میگیره از تو میخونه. من فقط میخوام که باشم تا برای تو فدا شم. کسی میدونه این دل دیوونه وقتی میگیره از تو میخونه. من فقط میخوام که باشم تا برای تو. سامی آقا محشر درود به تو. خیلی ممنون که واسه افتخارش یه آهنگ دیگه داریم هنوز و صبر کنیم باز برای ما خواهد خوند. سامی، سامی جان، اول راز اندام تو چیست که میتونه اینقدر باریک باشی؟ خنده، این خنده عصبی ها چون ماشاءالله شکمال هایی ببینی هر دقیقه 5-6 کیلوی هر نفر ما اضافی داره. مخصوصا آقایی که اونجا واسه ایشون مشکل چیزی نه قدش بلنده مشکلمون شبیه همه. بله خب به حال آقا امسالی که گذشته تو یه 2 کیلو من حداقل میدونم سنگین تر شده بودی. سنگین تر شده. آره الان میگم وزنش از کجا اومده. اونها خانم اون وزن رو بدیم بیاد، دارن مطالعه میکنن 1 کیلو از وزن شما رو. آره تابستان سامی در آلمان کی به من گوش میکنه؟ سامی جان تو گوش کن. گروهش گوش کن. 2 کیلو نگرانم. آقا انگار خودش گرفته. این دیگه جایزه بخش فارسی شده اصلا یواش یواش. از رادیو جوان به ما داره جایزه تعلق میگیره. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. این جایزه یکی از جوایزی بود که سامی گرفت به عنوان بهترین خواننده پاپ در سال گذشته. از جوایز با ما بود، با ما در آلمان که خانواده نادی تقدیم کرد. جشن بسیار بزرگ، خودم توش بودم. بله. حتی ما جایزه نمیشیم سال دیگه شاید بگیریم. و یه جایزه یه هم گرفتی که این 1 کیلوه، درسته؟ بله این 1 کیلوه. این 1 کیلوه. 1 کیلوی دیگرش هم همخوانی بود با تویی که یه آهنگ دو صدایی خوندین. بله. و خلاصه شب بسیار استثنایی بود. خیلی خوشحالیم اون سال دیگه هم جوایز دیگه بگیری. برای اینکه اولا سامی خیلی لطف کرده از سرزمین سرد سوئد رفت آمریکا بعد به خاطر ما اومدی اینجا. خیلی ممنونم از تو. خیلی خوشحالم. به افتخارش. همینطور در ادامه برنامه خواننده ها داریم. ابی با ما خواهد بود. آریانا با ما خواهد بود. ارسلان بار دیگر میخواند. و حالا در آن سوی میدان نوروزی ما من میرم بهشون بپیوندم. با اجازه تو خواهیم دید مامک. و حالا مامک خادم اینجاست با گروه جامبو تا ما رو ببره به سمت شمال ایران و بازخونی ترانه مشهور گیلکی دریا طوفانه، کاری از استاد احمد آشورپور. We'll be right back.
خیلی ممنون. دریای خزر. حتی من خیلی خوشحالم، خیلی ممنون تنکی سوماش به افتخار بچه ها. بشه بابا سرزه. خیلی واقعا بابای جانبا هستن؟ بله، ایشون پدرشونن. ایشون ریش سفید محل هستن. به افتخارشون خیلی ممنون. مسئول گروه برای سالها ایشون بوده با خانوادهش. الان دیگه کم 5 ساله که جانبا جانشین پیدا کرده. جانشین بعد داره کم کم خودش رو بازنشسته می‌کنه. عشان کارو کجا فرمون قوی جای دیگه دنیا حساب کیف کنه دیگه. خیلی متشکرم با ما هستی جان. مثلا من مخصوصا خواستم که پریزاد بیاد چون تو تاجیکستان زیاد میری لباسای گلگلی دیگه گفتم نظر رو ببین لباس چیه. خوبه؟ هم خودش زیباس هم لباس زیباس. این همین رو جای من گفت قبلا. نه من قشنگ گفتی من ذاتش هم بعدش نشون میدی به تلفناتون میفرستی. باشه من لایک کنم. شما تاجیکستان چقدر بودین برای تحقیق در موسیقی و این چیزا؟ من تقریبا 3 هفته تو تاجیکستان بودم. اونجا پارسال برای برنامه عید رفتم اونجا. یه برنامه بود که خودم پرودوس می‌کردم برای تو لس آنجلس و احتیاج شدم که یه مقدار اطلاعات بیشتری در مورد اینکه نوروز در کجای دنیا به اصطلاح جشن گرفته میشه و اونجا هم دیگه دیدیم و اونجا هم ویدیوی ساخته واقعا قشنگ توی آلبومش حالا بعدا سعی کنیم ببینیم اون خادم که توی کنار دریای بسیار زیبا و نارک. نارک و اونجا بود اتهام دریای خزر رو خوندی بعد رفتی کنار اون دریا ویدیو تاجیکستان بحث بین این دو دریا الان شده بسیار عالی. شما نوروز هم اونجا بودی؟ نه نوروز دیگه بعد میگاشم برنامه داشتیم تو لس آنجلس ولی حس و هوایی که از اونجا گرفتم واقعا یک انرژی خیلی خوبی داد چون مردمان بسیار بسیار نازنین و خیلی ممنون. به افتخار ما بین دو دریای خزر و اون دریای که شرفی در تاجیکستان. بسیار عالی، خیلی ممنون. جذابیت های تاجیکستان که مامجون هم مسلما شیفتشون شده کم نیست. اما تاجیکستان تنها کشور فارسی زبانه که باله داره، هنری با حدود 80 سال قدمت. یکی از مهمتریناش همین اخیرم بود، باله زال و رودابه که توی دوشنبه سر و صدای زیادی کرد. داستان عاشقانه ای از شاهنامه فردوسی که درش افتاد مشکل ها. با هم ببینیم. باله خوش آب و رنگ زال و رودابه رو از دست ندید، توی تعطیلات نوروز پخش میشه. الان یه مدتی مونده هنوز تا سال تحویل. تو بعد بهتره که ولی یه جو نوروزی بدین. زال و رودابه دوران مات ها بزن زهابی بزن. آها می‌بینین یک سری از بچه‌های بی بی سی رو اینجا همراهمون داریم. الان تا حالا دیدین که بچه‌های بی بی سی به طرز نه چندان خیلی آبرومندانه تونستن خودشون رو برای مسابقه گرم کنن. این رقابت حساس داره شروع میشه. دلاور مردان و زنان بی بی سی الان اینجان. سوت آغاز مسابقه رو بزنیم. آتیش داغ رقابت، شمارش معکوس و حالا این بوی و این میدان. تراکتور و بولدوزر پا به پای هم پیش میرن. تمرکز
قرمز جلو افتاده و این حس بی نظیر همکاری تیمی. دقت پناه در پشت سر گذاشتن موانع بی نظیره. برای یه لحظه فاصله کم میشه. چه تلاشی، چه مهارتی. این مرد عنکبوتی از تناب بالا میرن. این ور خاکریز احسان آمرتوسی، هیچ کس جلودارش نیست، با تمام وجود به گل و لای میزنه. بابا تکونش بده. مهدی پرپنچی از تکنیک چهار دست و پا استفاده میکنه. مشکل اصلی اینجا پادادنه و ظاهراً پناه قصد پادادن نداره. بالاخره آبی ها از سور عنکبوت بی پناه رها میشن. ظاهراً پناه توجهی به راهنمایی ها نداره، همچنان دقت براش مهمتر از سرعته. بودوزر تازه به دستگاه پرس لاستیک رسیده. بکشش بیرون. آقای مربی، مشکل اینه که این بازیکن تموم نمیشه. وایسا. قرمزا با زیرکی از تله رد شدن. قرمزا قهرمان بیچون و چرای دور اول عملیات. قرمز چایشو خورده و مشغول خواب میان روزیه که بالاخره آبی ها به خط پایان میرسن. در نهایت با اختلاف 1.5 دقیقه تیم تراکتور تونست مرحله اول رو به پایان ببره، اما تیم بولدوزر یک تلفات داشت در مرحله اول. پناه فرهاد بهمن تصمیم گرفت که نیمکت نشین باشه و این مرحله رو انجام نده. اجازه بدید که مرحله دوم رو شروع بکنیم. بچه ها آماده این؟ بله! با
دور دوم بدون یار همفن حریتابی ها پناه فرهاد محمد. این کد نشین شدن پناه جواب داده. بچه اینا باز جمعه آروم 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 چه می کنن این آبی ها؟ قرمزا عقب موندن اما هر جور شده می خوان برنده باشن. بایستا 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 حتی تکل از پشت. علی هم ترجیح میده از مسیر کنارگذر استفاده کنه. به نظر میرسه علی همدانی در بین دو نیمه اضافه وزن پیدا کرده. بولدوزر حدود 15 ثانیه زودتر از تیم تراکتور تموم کرد، اما به دلیل اینکه مرحله اول رو تیم تراکتور 1:30 زودتر تموم کرد، باز هم این تیم جلوتر از تیم بولدوزره. بچه‌ها چطور بود مرحله اول؟ پوریا مربی چی شد که شما در این مرحله عقب افتادید؟ لارا جان من می‌خوام بگم که بچه‌های تیم ما به همه چی اعتراض دارن، هم به مسیر به خود شما اعتراض دارن. این تیم پوشش خبری شما کاملا جهت داره. اصلا اینکه اجازه میدین چنین افرادی چنین حرفی حزبی رو در تلویزیون شما بیان بکنن. من چی میکشم این شبکاری میدم؟ من رایم پور، من جلو پخش این برنامه رو میگیرم. اون تونل پای من رو کشید. من از اون که اومدم بیرون به همه گفتم که حساب پای من کشید. فلافل پشت من هم احسانم هست. من یه اعتراضی دارم، یه شکایت جدی دارم. اونم اینه که گوش کن، اعتراض اگر داور از اول قانون رو خوب توضیح داده بود که گرفتن پای رقیب هیچ اشکالی نداره و نمره منفی نمیگیره، من تو تصمیم داشتم از اون تونل بکشم بیرون. واقعا قش کردن هم داره. قهرمان مسابقه پناه بازنده بازنده همه جا عزیز دلگیر کرد، همه جا گیر کرد. نگیم پناه جان بگو خودت بگو چی شد. ببین ما در بی بی سی فارسی و کلن در بی بی سی کلن دو تا اصل خیلی مهم داریم. یکی سرعت، یکی دقت. ما در یک حرکت گروهی یک تقسیم مسئولیتی کردیم. 5 نفر بودیم با یک مربی زیر نظر مربی جهانی پوریا. واقعا جایزه رو داری بگو. 4 نفر از بچه‌ها مسئول سرعت شدن. من مسئول دقت. برای همین تو عقب موندی. و نه عقب نموندم. حالا بذار ببینم تا کجا میرسه. نه دقت مهمه همونقدر که سرعت. عجب میکرد. بازی رو باختی. نباختم. وایسا جوزه آخر پاییز میشه. پناه اون بالا هم که گیر کرده بودی نمیتونستی بیای پایین، داشتی دقت کردی. شما بیا جای من، شما بیا جای من ببین. من از اون یه قد بلنده لامصب تو چت بازی کردی. بزن به احساد بیا چطوری چت بازی کردی. حالا این مسابقه یه بار دیگه ادامه داره، اینا میفتن زمین میخندیم بهشون به افتخارشون. بولدوزریا تراکتوریا نخود آشا. حالا من یه مسابقه با ملت دارم اگه اشکال نداره. یاد انقلاب میخوام این رو حتی خوشخط دارم مینویسم ها. میخوام اینو خودتون بلند بخونین. خب میتونین بخونین. نمیدونم بتونم بخونم. با چه لحنی دوست داری بخونین؟ چی نوشته؟ کمک کمک کمک. ها اشتباه کردین. کمک کمک آریانا. کمک
ستاره های عاشق و کهکشان رسیدن به نامی نامی تو خط وفا کشیدن حالا خیلی کمک کمک فاصله بگیریم از اون سمت استودیو، بیایم به این سمت پیش مامک خادم و گروه جامبو، ببینیم که اینها میخوان ما رو به کجای دنیا ببرن. به افتخارشون. We'll be right back.
جامبو اشتباه نگی، من به لهجه قرن بیستم گفتم، معذرت. این توپ سال نوه ما رو که می‌بینیم، من یاد میدون توپخونه تهران انداخت. معروف باشه توپ اونجا نکنه این واقعا. واسه همین بریم به اون دیار قدیم، به اون گذشته. می‌خوام ببینم که تو این جمعی که اینجا هست، دیجی جان شما رفت داره به تازیات نگا، احساس تنهایی نکنی ها. با اون ماهی صحبت کن، من میام. دهه 60 اینجا چند نفرن؟ دکمه فکرم نصف جمعیت هم، تازه دو دست بلند کردم پنج نفر شدن. ده هفتادی؟ ده هفتادی ها؟ دو تا ده هفتادی داری؟ جدی دست بلند کن دوباره. رادیو جوانه ده هفتادی هم؟ ده هشتادی ها؟ ایشون رو اجازه ورود نداشته در ازم، ده هشتادی ها نمیتونم وارد بشن. ده پنجایی ها؟ یکی اونجا، ده چهل؟ ده سی؟ خب واقعا خودم من خودم کدوم دهه هستی تولدت؟ من 60. 60 خودش هستش. و از اون دوره که دوران طلایی موسیقی ما هست، دستچینی رو دی جی تبا از رادیو جوان برای ما نمایش میده، دستچینی از اون دهه طلایی. نگاه کن جای پامون، همون جا لب چشمست. گلندام گلندام، فقط من تو رو میخوام، میترسم که رقیبون سر راه بذارن دام. بلا شیطون خودم، دشمنه جون خودم، قلبون خوشگلیار، دل داغون خودم، آخ دل داغون خودم. باز من خوشتی تنها گذاشتی رفتی، باز منو کشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی. دروغ نگم به جز من، یکی دیگه داشتی رفتی، یکی دیگه داشتی رفتی.
واسه یه هم زبون یه یار خوب و مهربون دنیا رو پرس زدم هر شب و روز با دل و جون همه یه دنیا رو دیدم تا به اینجا رسیدم که میگم مثل زن ایرونی هیچ جا ندیدم زن ایرونی تکه خوشگل و با نمکه زن ایرونی تکه والا یه دنیا نمکه زن ایرونی تکه خوشگل با نمکه زن ایرونی تکه والا سرا با نمکه موقعی بزن و بکوبه موقعی بزنم به چوبه دیگه صبح بی غروبه آخه عاشق شده دل و داد میزنه زبانم بند اومد بریده شده افکارم اگه باز تو از من اعتراف میخوای ناچارم حالا با این آهنگ بگم که دوستت دارم حالا با این آهنگ بگم که دوستت دارم آره دوستت دارم در دل دنیا بیشتر از دیروز کمتر از فردا هرچی ما میریم بیشتر و بیشتر من دوستت دارم بیشتر و بیشتر هرچی ما میریم بیشتر و بیشتر من دوستت دارم بیشتر و بیشتر همه خواننده ماشاءالله بفهم بشین بشین یه سری پیغام ما فرستادی از طریق تلفن شما بله و اینا فکر کردن پیغام فرستادی از طریق تلفن شما یادآوری کن پیام چی بود چی فرستادی پیامی که فرستاده بودیم برای سینا جان که همیشه سر به سر ملت میذاره این بود که یک دکتر جراح زیبایی مهمون برنامه‌ت بوده بله. و تو از این دوستی که بهش میفرستون فیلم تنو دوستته پرسیدی که کجای بدن تو رو جراحی کنه خوبه آره خوب؟ دقیقاً کجای منو جراحی کنه خوبه که مشخص هم نشه آره هیچ کم نفهمه بعد جالبه مامانت پیغام داده اینو گوش کنی میشه قربونت برم مسخره میکنی هیچ جای تو سمینه ایراد نداره به همسر ایشون به خدای چه شیراد نداره یکی دیگه مکس امینی میشناسین که من بعد الان واسه مادرم تبریک عید بفرستی و اینجا هم از اینا داریم بهشون بدی مکس امینی گفته اگه مفته هر چی باشه دو تا لبت رو بده کلوف کنن حامد نیکه شیش تا علامت سوال گذاشته ساسی مانکن گفته لبات ژل بزن خیلی لبا مست که مورد علاقه بچه بود شاهرخ مشکل قلب که میرخصه گفته بله. خود بعد هست کجا فد عمل کنی متوجه شدم فرشته منافی و عرفان رپه هر دو گفتم بده مغزت رو عمل کنه سوگندم که خواننده استش گفته برو مو بکار خیلی بابا خودش مو باید به ما قرض بده بعد کشت مو ازش فکر کنم برای تو فرستاده اینو آرش خواننده هم گفته بت رو یه کاری بکن خب دیگه این از چیزایی یعنی همش بوق بود و لب و همش همش به افتخار سینا به افتخار که جنبه داشته با ما بوده خیلی گوش بزنیم باش واقعا واقعا آبرو واسم نذاشتم ممنونم واقعا جنبه داشته ممنونم مال تو دیگه خب به نوبت مال بهزاد عرض کنم که آقای بهنوت روزنامه نگار نوشته که سعدی میگه آن جور به که طاقت مهرت نیاوریم تفسیرش اینه که نبذار شب عید مردم راحت باشن راست کلا رو بزنم یه یادآوری بکن که چی خواستیم حالا ما همش بوق بود زدیم که از طرف بهزاد به دوستاش که به نظرتون اگه کلا رو بردارم تو برنامه امسال چطور یکی دیگه کی گفته منصور خواننده نوشته عکس که نفرستیدی همون ایده خوبیه یه مدتی خودت از شر اون کلا خلاص کن حسین تایی نوشته آقا نکن به نظرم کلا رو تو خوابم بپوش تو حمومم بپوش به افتخار خودم پس به افتخار خودم رئیست هم گوش کن نه 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 ارسلان دیگه بهتره بخونه ارسلان آماده است برای آهنگ بعدی چرا نمیذاره کلاشو برداریم بریم ارسلان در برنامه نوروزی بی‌بی‌سی تو میگی بد شدی با هم دیگه نمیمیری در افتاده از سرت هم من میگم از خودت به گریه میفتی بازم میگی که دور شدی ازم نمیشی دل و پس واسم من میگم از خود من میگم از خودت بپرس چی شد من اینجوری شدم چی شد که با اون همه عشق راضی به این دوری شدم هر آدمی یه روز یه جا خسته میشه از همه چی میپرس از خودش چرا دلش خوش آخه به چی La 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 la
اگه شک داشتی یه روز خوش برای من واسه خودتو نداشتی. من میگم از خودت بپرس چی شد من اینجوری شدم، چی شد که با اون همه عشق راضی به این دوری شدم. هر آدمی یه روز یه جا خسته میشه از همه چی، میپرس از خودش چرا دلش خوش آخه به چی. hey! لا 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 خیلی کما. hey! لا 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 اچی میگفتم من ازش، میگفتی که شعار ند، هیچ وقت نفهمیدی چقدر به خاطرت حالم بد. چقدر صبوری بکنم دردو بریزم تو خودم، ببین چی کار کردی که من مثل دیوونه ها شدم، مثل دیوونه ها شدم، مثل دیوونه ها شدم، مثل دیوونه ها شدم، مثل دیوونه ها. میگم از خودت بپرس، من میگم از خودت بپرس، من میگم از خودت بپرس، ببین با من چی کار کردی. سلام، سپاس، خیلی ممنون. خب آرینا جان خیلی خوشحال با ما هستیش. به قول بعضی از روزنامه‌های آمریکا شما معروفین به مدونای افغانستان. این جریان چیه؟ میگن انقدر شما هم شجاعت دارین هم کار خارق‌العاده می‌کنید در کشور. تشکر، ممنون شما. اول اجازه بدین ما سال نو تبریک بگویم، نوروز تبریک بگویم به تمام عزیزایی که نوروز تجلیل میکنن. بسیار واقعا بسیار خوشحال هستم که در اتو یک برنامه فوق‌العاده با هنرمندای فوق‌العاده مخصوصا آقای ایوی که از نظر ما یک لژند هستن، واقعا جای افتخار است که امروز اونا در یک برنامه هستن. و بسیار خوشحال هستم که امروز افغانستان ما اینقدر پیشرفت کرده که یک زن نمایندگی از افغانستان میکنه. و جریان مدونا است که من امروز آقای کرزی در یک برنامه بودم. آها بله. و اونا من مدونای افغانستان خطاب کرد. آها خیلی جالب. واقعا هم هست، من یکی از ویدیوهای شما رو دیدم که در بامیان فیلم برداری کردن، اونجایی که اون مجسمه بودای معروف بود که بزرگترین مجسمه بودای دنیا بود که به توپ بستن و خرابش کردن، با لباس رزمی و ارتشی اومد و یک آهنگی رو که به سبک آهنگای هزاره هستش اجرا کردین. دقیقاً اون ویدیو درسته؟ بله درسته، یک آهنگ ترادیشنال است به حساب بله، به نام علایجو. علایجو که در داخل بامیان در روبروی بودا بله ما آهنگ ویدیوش رو ثبت کردیم که واقعا یک تجربه بسیار بسیار جالب بود که اون آخرین سنگر بودایی ها بوده در شرق بل. در این قسمت از نزدیک به کشور بل. ما و حالا خواهش میکنم از شما که این آهنگ رو برای ما زنده اجرا کنید. حتما. خواهش میکنم به افتخار آریانا سعید، خواهش میکنم بفرمایید. تشکر.
سر ماست اینجا. یا سیما همین میگه. و کلا مخملی در این حال. دو حرکت در یه حالت. خیلی هم خوب. اینجا همونطور که میبینین بعضی از بچهای تیم تراکتور و بلدوزر اینجا هن که من واقعا عاشق خلاقیت بچه‌ها در این نامگذاری ام. تا اینجای کار دیدیم که تیم قرمز یک دقیقه از آبی پوشان جلوتره. میخواد خودشو جا بزنه تو برنده‌ها ولی خب بالاخره نمیشه. حالا بریم ببینیم که این نبرد کازرون به کجا رسید. فعلا بابا ببینید ببینید آماده ای؟ قرمزا مرحله آخر رو اول شروع می کنن و آبی ها با مقداری تأخیر. یک دقیقه و 15 ثانیه. ولی ما به شما ارفاق میکنیم. نمیخواد ارفاق میکنیم. با ما باشین تا آخرین مرحله این رقابت تنگ و تنگ با هم ببینیم. تراکتور درست این تیری که از چله کمان رها شده باشه به خط پایان نزدیک میشه. وطن بودو، احسان بودو. بولدوزر هم کم کم سر و کلش پیدا میشه. کاوه مشکا چه سرعتی داره، همین الانه که بازیکنهای قرمز رو بگیره. واو، اشکال نداره. تیم قرمز یکی یکی از شیب 90 درجه بالا میرن. احسان آمرتوسی مرد خستگی ناپذیر قرمز ها فرداد درست مثل یک قهرمان. برای وقتی میبینه بازیکنان بعد از یک رقابت سخت اخلاق ورزشکاری رو فراموش نمی کنن. با سر بیا بیاییم کمک کنم. برای اهدای مدال های یک مهمان ویژه داریم که از او دعوت کردیم که به ما به پیوند. امیر عظیمی رئیس خبر بی بی سی فارسی. خبر رئیس خب من به همگی خسته نباشید میگم، مخصوصا به تیم برنده. براتون مدالم آوردم، مدال های خیلی شیک. بهترین رئیس. امیر جان من میخواستم این مدال خودم رو بدم به خانم افشنگ، کاپیتان تیم بازنده. عزیزم خیلی ممنونم. مرسی. کمال میل پذیرو. مهدی جان فکر کنم من تنها کسی هم که قدم میرسه به تو مدال بدم. جمشید سرمربی مبارک باشه، خیلی خیلی عالی. مرسی. خودم تو خاک میپلکنم، محضر دای دختر خودم تو خاک میپلکنم. سیه دختر هاجر خودم تو گل میپلکنم، محضر دای دختر خودم تو گل میپلکنم. آقا نظم رعایت کن، نظم رعایت کنی، نظم رعایت کنی.
مسابقه جدی شد. این آقا خیلی شیطونه، این نظمش رو رعایت نمی‌کنه. واقعا دم همتون گرم، خیلی ممنون. واقعا خوب پلکوندین خودتون رو، دعوام خیلی جدی شد. رقصشون من نگمی داشت، هی میگفت وایسین اینا برسن. من البته می‌خواستم از اون پاش نمی‌خوام می‌کشید. من می‌خواستم بگم تا داور نیست، داور فدراسیون بین‌المللی نیست. هر چی می‌خوام بگیم. بگو. ببین رعنا گزارشگر ما بود. خب خدا رو شکر بعد من گزارشگر بی‌طرف بودم. خیلی خدا لال نمیرن دست نوازشش. دو سال پیش فوتبال بازی کرده، هنوز 3 سال مصدوم هنوز. خب بالاخره گزارش کرد ما که میرسه عادل فردوسی پور درونش گل میکنه. بس شما حالا این مثلا به عادل فردوسی پور چی میگی؟ گروه بازنده قوقا سالار باخته شلوغ میکنه. والله فکر کنم تو افتخار برنده یا افتخار برنده. ما واقعا آقای همدانی ما به چی باختیم؟ شما بگو به این قد رعنا باختیم. من جواب منتقدار نوروز 97 میدم. من همینجا آفرین به تو. واقعا بهترین جوابت اینه که شرکت نکنید. آره من فکر کنم تنها بهتر برم. من یک جوابی دارم، یک جواب دارم برای همگی. اجازه بدین که این جایزه رو بدین دست داور و نماینده بی بی سی که در اون مسابقه بود. داور نبود. خیلی خوب الان میگم داور نبود، گزارشگر بود، ولی داور اینجا نیست متاسفانه. در مراسم درست شرکت نکرد، ولی اشکال نداره، قرار بی‌طرف باشه. واقعیت اینه که ما به همونطور که دیدین به تیم آبی ارفاق هم کردیم، اجازه دادیم. خیلی خوب، اینقدر بی‌آبرویی نکنین. چی بگم خانم، اینقدر تو گوش من جیغ زد، من هنوز گوشم نمیشنوه. خیلی خوب. برنده کیه؟ برنده خروس. کی میخواد تحویل بگیره؟ آقا تو خوب، آقا دستتون در نکنه. واقعا دم همتون گرم. واقعا همتون من دارم اینا جر و بحث میکنم و جایزه رو بین خودشون تقسیم میکنن. ما در این سوی میدان نوروزی خواهیم بود. دی جی تبا منتخبی از ویدیوهای امسال رو اجرا خواهد کرد، منتخب از ویدیوهای خواننده های ایرانی خارج از کشور در فرنگستان. دی جی تبا از رادیو جوان. از زندگی پرم، من با تو دور از تصورم. ما با هم حسمون عالیه، دنیامون قرده خوشحالیه. کی بهتر از تو که بهترینی، تو ماه زیبای روی زمینی. تو قلب من باش تا که بفهمی چه دل برار تو یه ذره نمیخوام که بمونی با دلم. هی میگی میذارمت میرم و قلب من دیگه تیکه 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 شده واسه، ولی خب تو دیگه نمیخوام که بمونی با دلم. هی میگی میذارمت میرم و آه ای وای از دلم، انگاری خودم باید با دست خودم آبودش کنم. تنها میذاری
داری عزیزم. نه 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 تو که باشی نیست غمی انا اترک الخیالک حبیبی لا 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 کنم تا که برقصی تو برام قابل دست رسه نخط ایران سه به پول باباش فرمی نازه دم نمیت لحظ دو تا سه من میگه مونو سه کارای بعد واسه من و تو رو زمین اومد کارای بعد یکمش نکه اومد کارای بعد واسه من و تو رو زمین اومد تقصیر دوتامونه نگو کی خوبه کی بد. آرزوی هر خواننده‌ای که بتونه ترانه‌هاش رو به گوش ناشنوایان برسونه. امسال بی بی سی از خواننده‌ها و هنرمندان خواسته تا با زبان اشاره خودشون مستقیم پیامشون رو بهشون برسونن. ناشنوایان عزیز، عیدتون مبارک. قشنگ‌تر از پریا تنها تو کوچه نمیاد. عزیزم غصه نخور، زندگی با ماست، اگه باختیم امروز و فردا که به هر جاست. ناشنوایان عزیز، عیدتون مبارک. ای کاش همیشه حرفهای من از سکوت من زیباتر بود. بدون که بیکارش is lazy میزنه تو رگشو میشه crazy. سلام ناشنوایان عزیز، عیدتون مبارک. زود در با آمده تاو ندهی بر با آده. تمام صداهای این دنیا جالب نیست، مثل صدای ترس یا صدای انفجار. من به دنبال سکوت شما هستم. برست برست تا بشیمست، برو وسط در جمع مستان بکن رست. خوشحالم که سال نو را به زبان قشنگ شما تبریک میگم. سالی پر از آرامش داشته باشی. ناشنوایان عزیز، عیدتون مبارک. بیا رنگین کمون دارم دیگه نوروز تو را، بیا رنگین کمون دارم دیگه نوروز تو را. Someone starts clapping, I have to dance, I can't. He's clapping. سالی پر از
شادی و خنده برای تان میخوام. ناز کن یاد مکن تا نکنی بنیادم. اگر میتوانستم تمام صداهایی که ساختم با زبان اشاره اجرا می‌کردم، یا نه همه را دور می‌ریختم و فقط صدای پرنده و صدای باد را اجرا می‌کردم. خیلی ممنون. منتها الان که من اینجا نشستم، طرفدارای آقای ابی سلطان صدا اینجا صف کشیدن، همه منتظرن تا ایشونو ببریم روی سن. خواهش می‌کنم بفرمایید. مرسی. من میدونم الان شما تور 50 سالگی آغاز کارتون رو الان دارین. بسیار عالی که هنوز هم ادامه داره. من فقط یه سوال خیلی کوچیک ازتون بپرسم. آهنگ مورد علاقه خودتون کدومه؟ این همه آهنگ خوندین که همه هم خیلی پرطرفدارن. کدوم محبوب خودتونه؟ یه دونه میخواید؟ به یه دونه محدود نمیشه، ولی به هر حال آهنگ پوست شیر رو من خودم. بسیار عالی. خیلی ممنونم، مرسی. ولی الان آقای ابی قراره برامون آهنگ عطر تو رو اجرا بکنه. بله، خیلی هم ممنون. به افتخارشون. مرسی. I'm
صدای من به وسعت یکی شدن. بیا بیا شکن شکن، بیا به جنگ تن به تن، بیا به جنگ تن به تن. به باره ای ابرکم بر من به بارو تازه تر شو، به بارو قطره قطره نم نمک آزاد تر شو. تو این باغ پر از برگ و پر از خواب ستاره، اگه پر میوه‌ای پر سایه‌ای افتاده تر شو. رو گل رس خوابت به پاش رنگ ترابت. ای جان جانان، ای درد و درمان، ای سخت آسان آغاز و پایان. ابی جان باز خواهن خون تبرای محمد. بله قبل از اون ابی جان، امسال آخرین کنسرت های دور دنیا رو خواهین داشت. دقیقا و شروعی تازه. آلبوم ها، تمرکز، کشف استعداد های جدید، نقش های شما دارید در سال آینده. 100% امیدوارم که به حقیقت بپیونده، به خصوص صدای جدید. خیلی دوست دارم که کسی رو بتونی پیدا کنی، چند تا صدای خوب پیدا بکنم و تمام تجربیاتی که در این 50 سال به دست آوردم اگر بتونم با کمال میل تقدیم این صدای جدید میکنم. فخیراتون راحت باشه از این بین نیست که من قبلا اشاره کردم بسید اینجا خبری نخواه. و آیوی شما کنسرت بسیار داشتیم، خواستم بگم این گل تره رو میبینی؟ بله. این از کنسرت نوستالژی شما و خانم گوش در دبی بود. من صندلی برداشتم به ردیف جلو میدادم. بله ماشاءالله این گل تر و تازه هم هنوز تر و تازه مونده چون واقعا تازه است. آهنگ طلایی، یعنی میگم گل طلایی مثل آهنگای شما هستش. تا یک موجه دارم برای همگی ما و همگی که اینجا اصلا تلویزیون رو میبینن که کنسرت جان جوانی شما، اونم بهترین اجرایی که داشت رو بعد از سال تحویل بله. نشون خواهید داد که این هدیه شما هست به طرف دارم. آیا بچه ها شما رو دوست دارم، من دیگه تنها میذارم به شما رو صحنه که نمونه هست از تور 50 که هنوز ادامه داره در سال آینده. ابی قاصد خبرم داد که آفتاب لب بومه، نوشتم رو تن شب که خوشوقتی تمومه. نه من مونده نه ماهی نه حرفی نه صدایی، هزار دفعه شکستم عجب حادثه هایی. نه پرسد شب و روزم تو خوابم تو چه خوابی، به مستی شب و تا صبح خرابم چه خرابی. شب زور زده بودم به اینه، شب وقت داده میشه، نگاهم به هوا بود به اینه، که روز افتاده میشه بهار پشت زمستون. پس از تو برام قصه یه غم داشت، نبودی که نبودی، پس از تو بهارم تو رو کم داشت.
نپرس از شب و روزم خوابم تو چه خوابی به مستی شب و تا صبح خرابم چه خرابی شب به اون چشمات خواب نرسه به تو میخوام مهتاب نرسه بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه عاشقت بودن عشق منه اینو قلبم فریاد میزنه گریه مستی داره صدا صدای عاشق شدنه آرزوی باید بکنیم برای سال آینده برای همگی چه آرزوی زیباتر از همون جور که گفتم آرزوی سلامتی برای همه آرزوی موفقیت و آرزوی پیروزی بله و شادی برای هممون بله شادی چه سالی که با ابی تحویل بشه و چیزی هم به آغازش نمونده 37 ثانیه 36 ثانیه خیلی متشکرم با ما بودید و سال خیلی خوش شده شده به افتخار ابی و به افتخار سال نو که چیزی بهش نمونده آماده هستین به این دو طرف نگاه کنیم و همینطور به آقای ابی بینه که سالانه تحویل شما میان پایین آماده میشیم برای تحویل سال بشمورین همه با هم 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
و حالا در این سال نو 1396 آغاز میکنیم با مامک خادم و این آهنگ تاریخی بیقرار بیقرار. من میخوام از دوست نازنین آقای حسین زهاوی که مال کردستان هستن هیچ بی که ایشون اینجا باشن ما ازشون خواهش نکنیم یا با همون همراهی بکنن. رقص کردی اگه بلدین، اگه رقص آسوری، آشوری، کردی، ترکی، اینا همه آخرش با همدیگه یه جا بحث میشه. برنامه نوروزیمون. این برنامه میتونید روی
فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب بی بی سی نگاه بکنین. همه برنامه‌های نوروز رو براتون اونجا بریدیم، گذاشتیم، میتونین حتما ببینین و شیر بکنین با دوستاتون. بله، نکوی خیلی ازتون ناراحت میشین. سینا جان با دوستا یه اون پیغام دوره بفرستی. با تشکر از مبارک، حالا دیگه بریم. سالتون مبارک. خیلی سال خوبی داشته باشین. هر جا که هستین خیلی بهتون خوش بگذره. بزنید و برقصید و شاد باشید و کیفشو ببرید. جای ما هم خالی کنین. جای ما رو خالی کنین. هم تو جای نازنین معتمدی خالیه و هم تو لارا پرتوسیان که پشت صحنه هستن. تهیه‌کننده برنامه خیلی زحمت کشیدن، واقعا ازشون ممنونیم. خیلی ممنون. حالا آغاز و پایان، آغاز سال بعد و پایان با سامی بگیر.